مولا علی. برو. سلام، درود بر شما، حالتون خوبه؟ آقا خیلی به من گفتیدین که انرژیت کم و فلانه، من مدلم هم جوریه دیگه، آدم فسی هستم. من خودمم، من اینم، همین هستم که هستم. تو غلط میکنی، همینی که هست. یه دوست نداری؟ برو با دیگران باش. باید تغییر کنی. چی بگم من؟ بازم گریه کنم؟ حالا عذرخواهی میکنم، سعی میکنم که یه ذره انرژی رو بیشتر کنم. امروز چه خبره؟ اومدیم یه سری آهنگایی که شعر واقعا مسخره و بی‌محتوایی از نظر ما دارن انتخاب کردیم برای شما و میخوایم راجبش صحبت کنیم. نه اون خواننده‌هایی که کلا همیشه دری بری میخونن. موجه خواهی میخونم برو من دفتر بخر یادداشت کنم ببین رفته چی خریده برای من. سن خره پیره داریم این دفتره. آهنگ چرت و پرت دریبر ایرانی خیلی زیاده. اوف تا دلتون بخواد. چند تاشو تو این برنامه میگیم، یه ذره نقل و بررسی میکنیم، بعد دوباره یه برنامه دیگه درست میکنیم بقیه‌شو بررسی میکنیم، چون خیلی زیاده، در حوصله یه برنامه نمیگنجه. خیلی داری پرتت میکنه برنامه ایرانی. نه. بدون فوت وقت میریم سراغ برنامه. مولا خب، آقای علیرضا طلیسچی یه آهنگ خونده بام نبود کسی، منظورش که باهام کسی نبود. آهنگ یه تیکش نمیخواین گوش بدن؟ یه ذره شد به علت نمیتونیم کپیرایت نمیتونیم زیاد بزنیم ولی یه تیکش رو گوش بدیم. آها همه چقدر بد آدم بپره وسط حرف. بام نبود کسی، آهنگ خیلی خوب شروع میشه و فلان و اینا، یهو وسطاش میگه لطف کن هر چی که دارم و پست کن. لطف کن هر چی پیشت دارم و پست کن. خب تو 4 تا کادو گرفتی دادی به یارو. آقا شاید گرفته باشه برادرم. بیچاره. حالا بعد اونا رو برات بفرسته. اصلا من یادم کادو میده پس میگیره. اشتباهی. گداگشنه بازی. خیلی گداگشنه. دارم و پست کن. تو اصلا گداگشنه میخوای همه چی رو پست کنی. مرد حسابی. پست آخه جرا. سال 1300-1400. موبایل تو برد الو فیک. اسنپ باکس. یه برنامه دیگه هم از اسمش خیلی زشته نمیخوام. میاره. خود ما من دارم میاره اسم برنامه سال بذاری. میاره چی و میاره زشته. کادوهایی که جا گذاشتیم. خیلی با آمزده. برو دارم خودشو بگیر یه دقیقه خودت. سامی بگی دوست عزیز خودم. یه آهنگ داری که میگه دیوونه بازی کن و نازی کن و بیا منو راضی کن و برو این همه زحمت بکش بیا دیوونه بازی در بیار آقا رو راضی کنی بعد بری. چرا باید بری؟ بیا باز منو راضی کن، یعنی که بار اولش نیست، بار چندم میگه بیا باز منو راضی کن. آقا یه جا دیگه هم داره میگه موهاتو افشون کن و بیا باز دلو پریشون کن و برو. مرد حسابی تو این روزگار مکان کم جور میشه. تو یارو 2 ساعت میشه میزان پیلی کرده خوشگل گره خوشو اومده برای تو دمه در برو برو. خب من نازی شدم الان دیگه دستت در نکنی خداحافظ. فعلا خداحافظ. بیارش تو اون کفتره که با ارزن رو پای میزنه اونو نشونش بده. عکسای علی دایی اونا رو نشونش بده. میریم گزینه برو بیاره. بابک رهنما خونده اینو. من سگ میخوام امشب. بعد میگه من سگ شیواوا میخوام. گربه نمیخوام. گربه پشتمو خنج میندازه. خط میندازه. خط میندازه. ببین یه چیز بدیه میگن یارو خط انداختی زشته. گربه چنگ میندازه. خط نمیندازه. این احتمالاً بچگیش اینه بود که تو خیابون گربه پیده روش. نه. با ننه باباش میرفته بیرون بعد یهو یه چی میدونه میخواهیم مرد اسمی سگ میخواهید برو دوباره موبایلتو با کن اینستا بزن سگ 20 تا پیج میاد برو بخر یه دونه چرت آهنگ میخونه. این سبکا جدیدن چیز شده یارو مثلا یه درخواستی که داره براش آهنگ میخونه تطلیم هم یه آهنگ داره نهارم نمیخوام نمیدونم من اصلا رژیمم من اون که شکم خانه میرفته جیمم همون چی خوشگله سیگارم نمیخوام سیگار بهمنارم یا بکش بذار تو انبار مثلا کار روزمره رو در قالب آهنگ میخونه. بریم سراغ آقای بنیامین. آهنگ معروف بنیامین بهادوری. خب چیه این؟ سعدی بر عین چشمت عین گلدوشونه آن لزیت خوزه بلد خوز بکن بیارو بهشون بگم که اون اگه ممکنه بیان مگه سمساری تو آخه. یه آهنگ دیگه هم داره
اسمش از تموم شد. میگه دیگه زندگیم داره ته میکشه، از دلم پیادش آخرشه. این جمله‌ای که نوشته بیشتر مثلا پشت نیسان میسان اینا میخوره، مثلا لاتی باشه دیگه زندگیم داره ته میکشه پیاده شد تا آخرش این حرف. حالا از این بگذریم، حالا اب نداره. بعدش میگه نه بمون، شاید بازم جون بگیرم. بعد دوباره دو ثانیه بعد میگه نه برو، میخوام که راحت بمیرم. تشریفش این آدم با خودش مشخص. بعد میگه نه بشین که سر رو شونت بذارم. دوباره میگه نه پاشو که دیگه دوستت ندارم. بعد میگه نه 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 بیا. نه 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 بیا. مردست رو اسکول کرد دختر مردمو، بره یا بیاد، بشینه یا پاشه. چه گرفت کرد بخ میزن خاک بسترم، چقدر بی تربیت. بره بیاد بمونه. خب میرسیم به بهترین آهنگ سال از نظر مزخرف بودن، زرشک طلایی رو میدیم بهش. خانمه ارغوان آهنگ خونه بسید باسن. کسی که واسه باسن خوب میاد با یک باسن بهتر از تو میره. عزیزم قشنگی تو توی تنت نیست، بزرگی تو توی سینه و باسنت نیست. سوسما سوسماز کلمن یرسه تکل. آقا ما میدونیم اینا رو خودمون، احتیاج نیست شما بگی، تو احتیاج نیست بگی اینا رو، نمیخواد یاد ما بندازی اینا رو. آخه یه ذره از جدیدا بکشیم بیرون، بریم توی قدیمی ها و استاد حسن شمایی زاده. کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم، وقتی قهری با من با کی بگردم. حسن شمازده خوبه، آدم خیلی هم ناراحت و غمگین باشه آهنگاش رو گوش میده قشنگ حالش عوض میشه. خدا من خیلی خوشم میاد از صداش. چند تا آهنگ داره من نمیدونم واسه چی خونده. مثلا یه آهنگش هست میگه این خونه رو کی ساخته، اوستای من نساخته، به چوب نساخته، تنهای تنها ساخته. یه نفر که بنای تنهای تنها بیاد یه خونه میسازه، اونم از چی؟ چوب نعنا. نعنو اولا که اصلا درخت نداره، بوته ای مگه نیست؟ بوته داره، درخت نداره که با چوبش بشه خونه ساخت. بعدش هم کار بنا با سیمان و گچ و مساله و اینا، با چوب نجار خونه میسازه. بوستای نجارمون اما اصلا ببین این آهنگو گوش میدی قشنگ میری توی چیز برنامه کودک چرا و چیه اینا بود. آهویی دارم خوشگل، چون اینجا که میخونه بعد یهو یه بچه میاد میگه دیوه اومد. کدوم دیو؟ بچه هست من نشونم. بچه میاد میگه دیوی که توی خواب بود، خوابی که توی چشاته. اینجوری همه بچه ها میخونم. ببین اصلا ار رو هم بذاری شعرش هم گوش بدی نمیتونی بخونی. پیرهن آریه کرده تنه بزک نداره پیچ من، پیج باخچه من، باخچه بی گلابی، باخچه بی گلابی. من همه نظری که از بسی آفتاب ندیدن، بعد اینا میگه ایلا جمال آبی و جمال آبی تو جهلاز حلاج شیرازی از باب بچه بازیه فلان فلان. یو گوگولی گو گوگو از کسی که آهنگای خفن گوگوش و داریوش و اینا رو ساخته توقع نمیره این چیزا رو بخونه واقعا. آقا به نظر شما تنها جایی که کلمه علل خصوص تو ترانه و آهنگ ایرانی به کار رفته کجاست؟ علل خصوص وقتی چشات هست ته دل جلوی چشام میخنده. مرتضی آهنگ پلنگ چش قشنگه. به جون چشات هزار تا دل مثل دل من، به جون تو جونش بنده. علل خصوص یعنی جا تاریخ موسیقی ایران این کلمه رو میتونستن جا بدن. علل خصوص نگی جایی یا مال مایی یا پلنگ پلنگ بازی میکرد اون موقعی که پلنگ مد نبود. اون موقع خب این بود قسمت اول چرترین آهنگای ایرانی، چرترین که... ترانه های آهنگ ایرانی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حالا شما توی کامنت ها به ما چند تا آهنگ دیگه هم بگین. مثلا شادمر داره حالا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا. شادمه چرا شادمه اینجوری آهنگایی که فکر میکنی اینجوریه برای ما توی کامنت ها بنویسین. لایک کنین ویدیو رو، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین و به ما انرژی بدین که بیشتر و تونتون براتون برنامه درست کنیم. زنگولم یادتون نره. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر خدافیو. فعلا خدا خدافیو.